سلام خدمت همه عزیزان مب خیرین عزیزمون، یه گزارش کوتاه و کلی از دو ماه گذشته خدمتتون عرض بکنم که در ایران انجام شده با کمک شما خیرین. تهیه 1150 بنکارس بوده برای استانهای مختلف که در حقیقت همشون به مدرکای بیزیستیمون رسیده بوده. بنکارت های 1,400,000 تومانی بود، 72 تا بنکارت هم داشتیم که بنکارت 500,000 تومانی بود برای استان گیلانمون. مدارس عشایری رو داشتیم، بود 60 روستا در مدارس عشایری خراسان جنوبی تجهیزشون بود که در این تجهیز که حضورم داشتیم خودمون اونجا، بحث دادن یخچال به همشون و لوازم کامپیوتر، پرینتر و لوازم جانبی کامپیوتر بود برای این مدارس بر اساس نیازسنجی که شده بود 60 روستای عشایری در استان خراسان جنوبی و منطقه مرزی. 60 جفت کفش برای دختر و پسرامون بود، بعدش یه مقدار جزئی میگم بهتون. توی توضیح تبلتی که داشتیم که فکر میکنم بوده 900 تا توضیح تبلت، کل تبلت و گوش و هوشمند کلن داشتیم، برای کودکان کار کرمانشاه 6 تا تبلت رو دادیم انجام شد. کولر بیمارستان مفید که بیمارستان کودکانه تابستون شرایط خوبی نداشتن، احتیاج به کولر داشتن، کولر براشون خریده شد، فرستاده شد. برای مرکز خیام، مرکز در حقیقت نگهداری کودکان، کودکان بهزیستی، ماشین لباسشویی خریداری شد در اساس نیازشون که اعلام کرده بودن و تایید شده بود، فرستاده شد. ما شیرخوارگاه هامون حدود 16 شیرخوارگاه داریم، حدود نه دقیقاً 16 شیرخوارگاه داریم که توزیع مواد غذایی از جمله شیر خشک، میوه، سبزیجات و بقیه اینجور مسائل هستش که به شکل مستمر داره انجام میشه در سرتاسر کشور. مدرسه اشگره رو که افتتاح کرده بودیم تموم شده بود، مدرسه 4 کلاسمون، بحث تجهیزش در حال انجام به وسایل کامل ورزشی و همچنین آزمایشگاهش، این اتفاق هم داره میفته. مدرسه زرتوجی در استان هرمزخان بود، شهرستان میناب بود، تموم شد، الحمدلله خدا رو شکر تموم شد، به پایان رسید. مدرسه طبس نصب تابلو خیرش هم انجام گرفت که اتفاق خوبی بود. تقاضایی داشتیم از بیمارستان شهرستان ممسنی تو استان فارس برای برخی از تجهیزاتشون که تو شرایط کرونا شرایط خوبی هم نداشتن، که دوتا تخت بیمار، تخت مخصوص ICU برای بیمار تونستیم براشون تهیه بکنیم و بفرستیم. توزیع نان به شکل گسترده در استانهای مختلف، استان فارس، کوتیله، بویراحمد، بوشهر انجام میشه، ادامه داره به شکل مستمر. خوزستان و ایلام و تهران و اینها هم انجام شده بود، الان هم بر حسب نیاز که کجاها نیاز داشته باشن اعلام میکنن، بررسی میشه و انجام میشه. در مورد توزیع تبلت هم اینا هم خدمتتون عرض کنم، پس این هستی که 205 تا از همون تعداد تبلت هایی که از اینکه 900 تا توزیع کرده بودیم، اینا داده شد به مراکز اعلام شده یه نگهداری کودکان تو سراسر کشور. هم اتفاق خیلی خوبی بود بخاطر اینکه توی هر خونه‌ای که این تبلت ها میرفت، خانه‌های شبانه روز کودکان و جوانان، حالا توی بعضی از خونه‌ها یکی رفت، بعضی از خونه‌ها دو تا رفت، تعداد زیادی بچه میتونستن ازش استفاده بکنن و با 25 تا تعداد خیلی بیشتری بچه میتونستن ادامه تحصیلشون. دستتون درد نکنه، خیلی لطف کردید، ممنون از شما.